آقای هوشمند عقیلی زاده 10 مرداد ماه سال 1316 خواننده اهل ایران قبل از انقلاب متاسفانه ساعتی پیش درگذشت. در این ویدیو با ما همراه باشید تا با زندگی ایشون بیشتر آشنا بشید. او با نام اصلی هوشمند عقیلی مهران در سال 1316 در آباده استان فارس زاده شد. سپس با خانواده به اصفهان مهاجرت کرد. او در سن 13 سالگی و با تشویق پدرش زیر نظر تاج اصفهانی موسیقی را فرا گرفت. اما اوج دوران موسیقی او از زمانی آغاز شد که به کلاس‌های محمود کریمی و اسماعیل مهرتاش رفت. درخشش‌های او در این زمینه باعث شد که او را به مراسم گشایش تلویزیون ایران دعوت کنند تا در کنار آهنگسازان بزرگی چون مرتضی حنانه و حسین قوامی اجرای زنده داشته باشد. تحصیلات هوشمند عقیلی در رشته ادبیات انگلیسی بود. او چند سالی به عنوان کارشناس وزارت تعاون در پیش از انقلاب به کار مشغول بود. هوشمند عقیلی سال قبل از وقوع انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد و پس از آن نیز به خوانندگی ادامه داد. استاد هوشمند عقیلی مدتی هم در رادیو اصفهان و رادیویی که مربوط به ارتش بود برنامه و ترانه اجرا می‌کرد. و وقتی که به تهران اومد از طریق یکی از دوستان با استاد مهرتاش در جامعه باربود آشنا شد. مهرتاش کلاس‌های درس موسیقی رو روزهای دوشنبه و چهارشنبه تعلیم می‌داد. در ضمن این کلاس‌ها به صورت مجانی بود و هر کس که می‌تونست یاد بگیره در این کلاس‌ها شرکت می‌کرد. در این کلاس‌ها هنرمندانی مثل شجریان، وفایی و امثال آنها شرکت می‌کردند. با آقای محمود کریمی هم در هنرستان موسیقی آشنا شد و مدتی پیش ایشون تعلیم دید و ردیف‌ها رو از ایشون یاد گرفت. آلبوم‌های ایشون اگر، آمدم، عشق شرقی، جمال جانان، ای پری کجایی، چه خبر از ایران، دخترک فالبین، خودستا، فال، پرستوهای مسافر، الهه ناز، فردا تو میایی، مرغ سحر و تک آهنگ‌هایی از ایشون که باعث معروفیت بیشترشون شد، فردا تو میایی، وطن، دریا، مناجات، شهر غم، ای خدا، یه یاری دارم خیلی قشنگه، ای خالق عالم، زمستون، چه خبر از ایران، مایه، چراغ خونه، گلاغوش، شباهنگ، بردی از یادم، مهر تو، آرامش، ترانه من، سنگ خارا، قصه گو، خزان عشق، عشق شرقی، آیه ناز، یاد، ناز، نوبت توست و شنداق بود. قطعا همه ما با یکی دو تا از آهنگای ایشون حداقل خاطره داریم. روحشون شاد، یادشون گرامی. یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید. اگر این پست رو دوست داشتید لایک کنید و حتما نظرتون رو زیر این پست برامون کامنت کنید.